فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن که دوره کردن میت آیا جایز است یا نه؟ در مورد ایصال ثواب هایی که برای میت انجام می گیرد ببینیم، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما می بینیم که عزیزان رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، دخترانیشان، فرزندانیشان، پسرهاشون از دنیا رفتن، عموهاشون از دنیا رفتن، همسرشون از دنیا رفته، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ یکی از این اعمالی رو که ما مسلمانان پیروان رسول الله انجام می دهیم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه برای هیچ یکی از عزیزانش جلسه ختمی یا ترحیمی رو نگرفتن، جلسه ختم قرآنی رو برای هیچ یکی از عزیزانشون نگرفتن. برای عمویشان که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ناراحت شدن، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وقتی که به شهادت رسیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ناراحت شدن، وقتی که همسریشون حضرت خدیجه از دنیا رفتن و در کنارش عمویشان ابو طالب از دنیا رفتن، اون سال رو ایشون سال حزن نامیدن مسلمانان، یعنی سال غم و اندوه. اما بازم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همسر خودشون جلسه ترحیمی بگیرن، ختمی رو بگیرند، یا به قول این دوستامون دوره بکنند یک چیزی رو، یا مثلا قرآن رو بخونند ببخشند، یا غذایی رو در میان مردم تقسیم بکنند. چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و اینها بدعت هایی هست و خرافاتی هست که در واقع این به دامن اسلام چسبیده و اسلام رو بد شکل در واقع جلوه داده که مجموعی از این در واقع خرافات هست. این گونه نیست، بلکه در این مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم به موردی که توصیه کردن متاسفانه ما اون رو فراموش کردیم که اون استغفار برای میت هست، طلب مغفرت هست. برای این که شما بخواید که به استغفار بکنید برای میتتون، لازم نیست که یک طرف بروید پیش یک مولایی، پیش یک عالمی، پیش یک حاجی صوفی درویشی از اون بخواید که برای مرده شما دعا بکند. خود شما مگر نمیتوانید این دعا رو بکنید؟ پروردگار و پدر و مادر مرا ببخش، به زبان بلوچی، به زبان تاجیکی، به زبان هر زبانی که باشه، هیچ گونه اشکال ندارد. بهترین راه ثواب، ایصال ثواب برای مردگان این است که شما برایشون دعای مغفرت بکنید. پروردگار مردگان ما را معاف بکن، مردگان ما را ببخش، مردگان ما را از جهنم نجات بده، مردگان ما را به بهشت ببر. پروردگار از مردگان ما، از این برادر، پدر یا خواهر، هر کسی که از دنیا رفته، دعا بکنید که پروردگار از این مرده ما راضی باشه، اونو به بهشت ببر. این بالاترین ثواب را دارد، یعنی از تمام ایصال ثوابها این روشش بیشتر هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این یک مورد را ذکر کردند: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. زمانی که یک انسان میمیرد اعمالش ختم میشوند، یعنی ثوابی برای اون نوشته نمیشود مگر در سه مورد. این سه مورد: یک کسی است که علمی رو منتشر کرده و مردم بعد از مرگش از علم اون استفاده میکنند، یا اینکه یک صدقه جاریه ای رو داده، مسجدی ساخته، مدرسه ای ساخته، یک بیمارستانی ساخته، خلاصه یک کار خیلی انجام داده که بعد از وفات اون مردم دارن از اون استفاده میکنند، این ثوابش میرسد. او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادر دعا بکند. همین که شما برای پدر و مادرتون دعا بکنید پروردگار و پدر و مادر ما رو ببخش، فلان مرده ما رو ببخش، این بزرگترین ایصال ثوابه، بزرگترین خدمتی است که شما به مرده خودتون کردید. لازم نیست که پیش من و یا امثال من بیایید که برای مردگان ما دعا بکن. خود شما با اخلاص بیشتر دعا میکنید، خود شما دل شما برای مرده شما بیشتر میسوزد، اخلاص بیشتری رو دارید و هر دعایی که اخلاص در اون بیشتر باشد، این در واقع ثوابش هم بیشتر است. اون مولایی که شما میروید بهش پول میدهید که قرآن بخواند، این عمل حرامی هست. و اون مولایی که به خاطر پول دعا میکند، تا اون دعایی که خود شما با اخلاص میکنید زمین تا آسمان فرق میکنه. هیچ اونان قابل مقایسه نیستن. پس بنابراین تمامی این بدعات و این خرافات رو انسان باید ترک بکند. نه چلی هست، نه چهار ماهی هست، نه سالی هست و نه دعوت گرفتن هست و نه دوره کردن. هیچ چیزی در شریعت اسلامی چون چیزی وجود ندارد و در هیچ یکی از کتابای فقهی، یعنی از مذاهب ائمه اربعه هم نیست. نه مذهب امام ابو حنیفه چون چیزی هست، نه مذهب امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، در هیچ یکی از این مذاهب این بزرگواران و این ائمه بزرگ
بزرگوار ما نگفتند که برای مردگان خودتون دوره بکنید یا برای اونها نمیدونم روز سه بگیرید، 44 ماه بگیرید، سال بگیرید، چون این چیزی مطلقاً وجود ندارد و حتی ختم کردن قرآن از دیدگاه ائمه مذاهب اربعه هم ثابت نیست که اونا بیان مثلا اینو جزء آداب قرار داده باشند، جزء ایصال ثواب قرار داده باشند که برای مردگان خودتون قرآن ختم بکنید. اگر میخواهید که بر سنت رسول الله عمل بکنید و اگر میخواهید واقعا به مردگانتون ثواب برسد، راهش همون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودن که میتوانید که به جای اونها و در واقع حج بروید، عمره بکنید یا صدقه بدهید، یا این که برای اونها دعا بکنید که هیچ گونه خرج و هزینه هم برای شما در واقع ندارد و بهترین راه دعا کردن برای مردگان است.